تغییرات اقلیمی که 22 ولایت افغانستان را تهدید می کند. در این میان بادغیس نیز یکی از این ولایت هایی است که قحطی و بیابی در سال گذشته باعث بجا شدن بیش از 20 هزار خانواده از این ولایت به هرات و دیگر ولایت ها شد. در تازه ترین گزارش نشد که 161 کودک از بیجا شدگان بادغیس در هرات در بدل پول به خاطر گرسنگی و ناداری از سوی خانواده هایشان به فروش رسانده می شوند. سنین این کودکان از 6 ماه تا 16 ساله گزارش شده است. با این همه برای سال آینده و برای وضعیت فعلی این بیجا شدگان حکومت افغانستان چه برنامه ای دارد؟ در این پرسپال با والی بادغیس. تشکر از فرصتی که به ما دادین آقای والی و خوشحال هستم که شما را در این برنامه با خود داریم. تشکر صاحب، تشکر مهربانی، سلامت باشید. بادغیس از جمله ولایت‌های در افغانستان است که در جمع 22 ولایتی که خشکسالی یک تهدید جدی برشان هست، خشکسالی و قحطی، بادغیس هم متاثر شده از این وضعیت. من در ابتدا از شما خواهش دارم تا در مورد وضعیت یک سال اخیر بادغیس به ویژه خشکسالی بر ما اطلاعات بدین. بسم الله الرحمن الرحیم. ولایت بادغیس در حرف شما درست است که از تقریبا ولایت هایی که شما قسمی که یاد کردین اما قسم ولایت بادغیس هم متضرر خشکسالی است، ولی بیشتر بادغیس بیشتر متضرر شده. تقریبا اگر بگویم که 400 یعنی 4 لک مواشی امو بیجا شدن یا از بین رفتن یا از ولایت هرات و دیگه ولایت ها همجوار در وجه به حساب مهاجرت رفتن و از زراعتشان هم مطلق از بین رفته در یک کار نشته، ولی تقریبا 3 ولسوالی ما بسیار زیاد متضرر هستیم. بله. به شمول قلعه‌نو 4 ولسوالی داره. یکی ولسوالی ابکمری است، مقر است و قادس است و خود قلعه‌نو و بالا مرغاب و جوان تقریبا به اون اندازه متضرر نشده که قسم کم 3 ولسوالی متضرر هستن. یک سال میشه که این خوشحالی هست، جریان داره، دوام داره، ولی مشکلات ها هست از خوشحالی. درست. اقدامات شما در این قسمت چی بوده؟ پیشتر از شما اقدامات چقدر مؤثر بوده و چه چیز میتونه بالاخره به این وضعیت را کم برای مردم بهتر بسازه؟ اقدامات بیشتر صورت گرفته ولی امو کفایت نمیکنه. اقدامات که صورت گرفته از چه لحاظی حکومت ها و چه لحاظی مؤسسات بین المللی، تقریبا ما در مای سور ما در اینجا چی وظیفه شدیم، در اینجا آمدیم به صفت والی. بله. در اون وقت مهاجرین نبودم. برای خوش سوالی یک برنامه داشتیم که وقتی که ما می آمدیم با مؤسسات بین المللی، همه مؤسسات بین المللی کمک دهنده ما صحبت کرده بودیم و جلب توجهشان جذب کرده بودیم، ولی هم در امرای بزرگوار ما از خود شخص جلال مولوی رئیس جمهور و جلال مولوی رئیس اجرا هم صحبت کرده بودیم. برای از برنامه مشخصی داشتیم که چه قسم باید امو کمک برشان رسیده شوم، ولی در تقریبا 4 ماه میشه که بیجا شده را سلسله بیجا شده را جریان پیدا کردن که در خود قلعه نو که یک اشتباه کلان بزرگی چی بود که از مؤسساتی که هماهنگی نداشت، خصوصا مؤسساتی که تطبیق کننده هماهنگی نداشتن و یک پروژه خورده به شکل پروژه ای تطبیق کردن که ماجرین باز همون پروژه را که دیدن که پروژه است همون دیگه ایتون ماجرین باز یک سیل شروع شده چه در هرات میرن و در اینجا مثلا میرن که مثلا آیر سی و سایدار سی و ورد بیجان و چند تا مستای دیگه که خودشان هم پارتنرهایشان هستن. دیگه مؤسساتی که بین مللی که همون بلند رتبه شان که شخصی دوم و سوم نفرشان که دیگه در بادغیس تشریف آوردن، ما بر از اوها دیگه صحبت کردیم، اولاشان بسیار قناعت دادیم که اصف پذیری ما از ناهی هستن، از ولسوالی ما اصف پذیر هستن، اما کسایی که دیگه میان آیا تنهایی از پذیر نیستن که 10,000 و 20,000 دلار روز دیگه رسیدن. از اول که مهاجر شروع شدن ما برشان اینی ها رو گفتیم تا آخر همون حرف ما دیگه بود که باید ما یک کمک ها را دقیق به دوجه خود در ساحه باید برشان برسانیم، اما را یک میکانیزم جدید به مشخص کنیم، جور کنیم، هماهنگی کنیم، مؤسسات کمک دهنده، مؤسسات تطبیق کننده و دولت هماهنگی کنن و با هماهنگی پروژه را برنامه را باید تطبیق کنیم. بله. آقای والی، آیا اگر یک گزارش از رقم بیجا شدگان در بادغیس بر ما بتین، از دیگه ولایت هایی هم که خشکسالی اونا را متاثر کرده ایجاب جایی وجود داره یا خیر؟ هستن دیگه، منطقه در ایراد که رفتن تقریبا بیشتر از 2,000 نفر سروی شده و در خود در قلعه‌نو که آمدن در اینجا 20,000 نفر 20,000 سروی شده.
حالا گزارش هایی هم میرسه که تعداد زیادی از اینا به هرات رفتن، درست؟ اگر در مورد عزیب بگوین که وضعیت کسانی که در هرات هستن چگونه است و چقدر اینا به کمک های اولیه که نیاز دارن برشان رسیدگی شده یا خیر؟ مهاجر فاطمان نیازمند می باشه، مهاجر فاطمان در مشکلات می باشه دیگه، اما نیازمندیشان دفتر کلشان پورا نمیشه. حتما در ایراتم که رفتن مشکلات دارن، ما یک دفعه ایرات رفتیم یکم پدیدیم مشکلات داشتن، کسایی می گفتیم که با ما سروی نکده، کسی می گفت که سروی کدر ایره نداده او نداده گری، این مشکلاتشان بوده. ولی ما تشویق میکردیم به شما بین در خود در بادکیز بین در این پروگرامی که در هرات هستن پروگرام در اینجا براتون آغاز میشه، انشاءالله یکی تانم نمیمانیم. اما مشکل ترانسپورت داشتن که ما را ترانسپورت برابر کنیم که ما میایم، بعد مواصلات بین ملی ما صحبت کردیم که چون اگر ترانسپورت ما را برابر کنیم داوطلب با ما میایم، امراشان شریک ساختیم. ولی در اینجا مهاجرین کمک است، متاسفانه مشکل ما در اینجا است، یک کمک مهاجرین ما میکنیم مشکل دارن. اگر ما 2000 فامیل بیان در اینجا ما سروی کنن در ما را کمک شروع کنن، باز 2000 پشتشان که ببینی فرداش باز خیمه زده شروع شدن دیگه، دیگه میایم سرویشان هم آل باز هم سروی تقریبا شروع است. آل ما مؤسسات آل ده همانگی کار میکنیم، یک مؤسسه هم اینطور بدون همانگی کار نکرد. سابق اول که شروع کردن بدون همانگی نداشتن تا، ولی با مؤسسات به امو شخص کمک دهنده شان که اشخاص اول دوم رتبه مسئولیت چون که داشتن اما که میامدن امرشان که قنات که امور شان دانشان جلسه مشترک میگرفتن که باید در منگی باید در دولت چی باشه، با دولت باشه که ما ادارات ما و اداره شما باید با منگی باید نه که یکی چی نشوه تکراری نشوه، یک در یک جا مثلا یک ماسه کار میکنن در اوجه ما دولت مثلا کمک رو میرسانن، اینی باید همان شوه و چه با یک میکانیزم درست. درست آقای والی، با وجود از اینکه در اکثر ولایت های افغانستانی گپ بسیار معمول است که مردم اولین راهی که از طریقش امرار معیشت میکنن یا زمینداری است یا دهقانی است و یا دامداری است، اگر در این قسمت بر ما بگوین که از لحاظ زمینداری و دهقانی چقدر خشکسالی بادغیس را آسیب زده و چقدر این ولایت را با مشکل مواجه ساخته، در مجموع این بررسی چی هست در این ولایت؟ این خوشحالی زمینداری را خب بسیار زود آسیب پذیر کردن، به اینکه حالا تقریبا چیزی نمیشه دیگه، او نداره که زراعتشان کشت کنن دیگه، فقط هم دول سوالی که دو جه 50% خوشحالی است، 50% زمینداری است، هم باقای سبز و همه چیزها را گرین هاوس که بگن و را جور میکنن و دیگه ماسات و برشاش چیز کردن. ولی در اینجا دمسی و لسوالی بسیار مشکل است. ما فقط تقاضای ما به مهاجرین ما ای بود که اگر یه سروی شروع شده سروی میکنن دیگه مواد برشان به وقت میرسانن و اینی کمکای ما فقط در موج خانه به خانه اینها را تصمیم به ای گرفته شد که خانه به خانه سرویس شوند در موج برشان تازی شوند. WFP هم رای مایی صبح چیز کدر قبول کدر رفتن هم سی و سوالی که هست خانه به خانه سرویس کنند در موج برشان میرسانند. ولی بدبختی دیگه هست که دیگه مهاجرین بازم بیشتر میشن که یک کمک اینی هم یک اگر با یک مراد کنن اینی ها را نزاکت ها و اینی ها را مشکلات های دیگه مردم ها که اولیت ها را باید مد نظر گرفته شد بهتر است. خوب است که این مهاجرین ما هم امور کم نمی کنن. اینجا که مشکل ما در اینجا چیه مسته؟ حالی در این وقت باران هم هست و موسم بارانی هم هست، کشت مثلا میشه و حساب زراعت اگر ما در اونجا برن زراعتشان هم میشه که مثلا با للم که میگن همه چیه که بدونی آب زمین که هست او رو چه میگن؟ بله پشتو بخیارم للم میگن. بله. امو زمین ها میشه که کش کنن در اونجا اینوی برشان رسیده در اونجا منطقه رو برشان میتیم که در اونجا کسایی که در اونجا جای بجای هستن برای از خانه به خانه سرویم شدن، کسایی که اولیت داشته باشن، کسایی که ضرورت اولیت دارن اما را توضیح شروع شده دیگه در موسی ولسوالی ما که بیخی چیزی نمانده ولی در جوان در بالا مرغاب هم چیزها را شروع شدن و هم به حساب تخم بزیر و هم خوراکی مواد شدن. فقط مشکل ما در این مهاجرین است که اینا فقط برن در اونجا، ما خواهش ما از اینی بود که برن در اونجا یک فامیلی تانم نمیمانه در اونجا خانه به خانه سروی میکنیم براتون کمک میرسانیم. مؤسسات بین المللی کمک خود شروع کردن دیگه، بسیار تشکر میکنم از یاد و همچنان از مرکز حکومت مرکزی هم که وقت به وقت کمک میکنن، علی 40 میلیون بر مهاجرین از وزارت محترم مهاجرین کمک شده و همونطور از وزارت محترم اوادس که 5000 تن گندم تازه کردیم و دیگه ما زراعت که مواد زر و دیگه
کمک ها را تشخیص بدن. درست. آقای والی، در مورد مهاجرین صحبت کردین، یک گزارش که به تازگی نشر شد که بیش از 161 خانواده کودکان از 6 ماه شروع تا 16 ساله به ازدواج در میارن و اینا را به دلیل وضعیت نابسامان زندگیشان، چیزی که گزارش شده، به فروش میرسانن. این گزارش ها چقدر جدی و در جای نگران کننده است؟ آیا چنین چیزی شما دیدین؟ این خبر ما شنیدیم، بسیار تکان دهنده بود، بسیار یک واقعا که وضعیت یک آدم بسیار خراب میکنه که به این رقم چیزا را بشنوه. با ما هم به مسائل خود برس امنیت ملی و به پلیس ملی ما هم را وظیفه دادیم که ما کمپارا شما به چیز کنیم، ولی در کمپ مهاجرین ما که در اینجا هست در اوجه بخیال مهاجرین نوشته کده بند، بله. در کمپ مهاجرین ما در بادقیس این چیز مشکل ندیدیم. نه نه، بله، در مهاجرین بادقیس نبود، گفته شده که مهاجرینی که از بادقیس به هرات رفتن در اوجه جاگزین شدن، اونا این کار انجام میتن به جا شدای بادقیس هستن که در هرات هستن. بله، با مواد ارگانای امنیتی ما برایشان گفتیم که شما هم رای هرات تماس شوین که اینا رو بررسی کنن که دوجا امور تعقیبش کنن که چیز. اما تا هنوز به ما نتیجه به ما نرسیده، من تا فکر نمی کنم که دور باشه، تا یک هفته تا 4-5 روز میشه که اینا رو دورای هرات تماس هستن، با ما کدام اطلاع نورد نداده بود. در مورد وضعیت انکشافی در بادغیس اگر صحبت بکنین، چقدر این ولایت از لحاظ فراهم آوری سهولت های ابتدایی زندگی از جمله سرک، برق، آب، از این مسائل در این سال ها مستفید شده و توجه برش صورت گرفته؟ در اینجا برقشان ها مشکل بودن که تقریبا 13 پای برق که ما می آمدیم 13 پای برقشان همینطور مانده بود که سالها سالهایی بند نمی کنید، ولی ما که آمدیم تقریبا در 2 ماه در 15 جوزه پایا را چیز کردیم و ما را به امنگی مردم را بسته کردیم و برق فعلا برق داریم فضل خدا 16 مگاوات برق هسته و سرکا وقت با وقت ما را تعقیب میکنیم. 3-4 مرتبه در سرکا ما رفتیم دیدیم ایشانه. یک آنجا مشکلات ها می باشن که مثلا یا از لحاظ امنیتی یا از لحاظ خود شرکت ها که به حساب مشکل ماشینری دارن چی دارن و چندین بار برشان گفته شده و جوان ها و ما جورنالست ها مگر خواستیم از بیشان که مستقیم اندیم سرک همراه مسئولین شرکت ها صحبت میکردن و تعود دادن که دستی ما چند کیلومتر ما اینیا رو میرسانیم. ولی به کل اگر بگویم که به مثال 30 ساله پروگرام است، در 1 سال همون که اندازه است، از او تقریبا خوب هستیم، بد نیستیم، یعنی به اندازه خودشان کار کردن در سرکم. و حال دیگه پیش چیزانه که هست در ما پروگرام ما که در آب است، آب خود رئیس جمهور خودشان تعود داده که ما امو قادر آباد بنده میگه ما بر تنچور میکنیم، انجنیر آمدن اما را سروی کردن و رفتن با سما سردازی کار است. دیگه یک پسته پروسس پسته است که با ما او را قبول شدن که ما میخوایم که دیگه است یک پروسس پسته باشه شو که یک بنیادی کار پروژه هستن که اینا تا آل سیستمشان غیر تکنیکی است و زیاد مفاد از پیش مخالفین میرن. اگر پروسس سیستم شروع شود، اون جایی که مخالفین هستن امون مردم خودشان هم تشویق میشن که مفادشان هم نظر میگیرن و از خودشان هم این یا ما پروپوزال ما تکمیل شده، خود رئیس جمهوری برشان روان کردیم، خواسته دوباره با ما ایمیل روان کردن که امون پروپوزال تا رو روان کنیم که پروژه قبول شده این یا را سرشان کار کنن. بله، بادغیس یکی از ولایت های مهم در قسمت تولید پسته هست. چی فکر میکنین با وجودی بیابی که وجود داره، بیابی و قحطی که ولایت را تهدید میکنه، چقدر امی روند با خطر مواجه هست؟ به این شکل نیست که امو خوشحالی زیاد سرشان تاثیر مندازه، سر پسته هم چند مده، ولی باز هم ما سر پسته چیز کردیم که توضیح کردن تقریبا 1500 خود پسته دارتر هم ما توضیح کردن که نیارشانی شنن و در این جریان داره تقریبا، ولی چیز شانه خوب است، آید شانه خوب است، ثابت کردن. باز هم اگر پسوالی هم است، باز هم تقریبا 50 میلیون به خیال من مو اندازه عید آوردن از پسته مردمش چیز. در بادغیس چقدر مکتب وجود داره و از این لحاظ آیا مشکلی هست؟ بیشتر از 400 مکتب داریم.
ما مکاتب ما بسته نیستن، به این معنی بسته نیستن که ما رئیس معارف محترم ما بسیار مسلکی خود دکترا داره، بچه جوان است و اینجا با مانگی ولایت مقام با مانگی داره محلی با مردم با مردم همه هنگی کردیم. این مکتب های ما تقریبا از 11 تا 14 مکتب ما بسته هستن، به این خاطر تکنیکی مشکل خود دولت از سازمان هستن. وجود این گزارش ها و اطلاعاتی که شما برای ما میتین، چرا برخی ها و یا برخی از باشندگان بادغیس به با این باور هستند که ولایت یک ولایت محروم است؟ والا محروم خوش سابق قرچ که بود بود، ولی خب محرومیت به این نیست، درجه دو ولایت تبدیل شده در پنج ماه. 255 با مکتب شروع شدن، هر روز 5 مکتب و 4 مکتب شروع شدن، این پیشرفی پروژه شان هستن، اینطور روزی نیست که شرکت ها خود هم میثاق شهروندی اما پروژه خود را نمیگیرن در هر جای نظریه و مؤسسات بین المللی کمک هایشان توجه جلب توجه شان هسته میاین. شما خود از رسانه ها میشنوین که تو روزی نیست که مؤسسات عالی سابق قرچه که یک خارجی در زندگی نمیکرد، عالی 27 نفر 28 نفر خارجی خود در قلعه بود و باش دارن و برقشان آمده 24 ساعت برق است، برق نمیره، یک روز دو ساعت برق رفته، دو روز برق رفته بود با حساب امنگی مردم هم برق در امور روز آمده، اگر در کابل برق بره در یک ماه نخواد بیه، ولی در اینجا دو روز رفته بود این برق در دو روز برشان بس چشد. برقشان است، سرکایشان است، ولی مؤسسات بین المللی کمک های خود گیران دارن و انکشافی پروژه هستن روان هستن دیگه، این نمیفهم ولی یک 8 تن سابق در زرنج میرفتن، آره 8 تن میلی بس برشان آورده شدن که از یاب خود استفاده کنن، که یعنی یک خانمی که یک دکتر میرفت در شب خانه در زرنج میرفت، ولی میلی بس ها برشان آوردیم دیگه، امور از پیشان استفاده میکنید در آسان انشاءالله در قریب در دو سی روز باید باید بر خود برسید. آقای والی در مورد امنیت بادغیس برای ما بگوین، چقدر تحرکات نیروهای مخالف در این ولایت زیاد هست و چقدر متاثر ساخته وضعیت امنیتی ولایت را؟ شما به حساب امنیتی خود بیشتر میفهمید، خوبتر میفهمید که در کل افغانستان مشکلات ها هستن، بادغیس هم از او محروم نیست، ولی همون چیزهایی که خود مخالفین توقع داشتن و ارزو داشتن که باید یک ولسوالی را سقوط بتیم، یک منطقه را سقوط بتیم، در اونجا پایگاه خود ما جور کنیم و در اونجا قرارگاه خود ما بیاریم، از او ارمانش بدلش مانده، ولی جنگشان اصلا دیگه میاین سر پوستا و سر یک چیز و سر دیگه چیز سر پوستا عملیات میکنن، ولی پروگرام های عملیاتشان هم تهاجمی سر یک پوستا عملیات میکنن، با او یا با قبض زده میشه یا این طرف یا زخمی میشه یا ما زخمی میشه یا اون زخمی میشه ای هستن، ولی تا هنوز به ما اطور نشده که یک پوسته از ما گرفته باشن و یک چیز دو مشکل است، ولی جنگ ها هستن در کل افغانستان در ولسوالی ها. ما که می آمدیم در وقت شاید شما خبر می بودیم که در قلعه نو در حالت چی بود، ماسره واری بود، ولی ما که ما اول در چهار ولسوالی ها رفتیم، امرای مردم ششتیم، گفتگو کردیم باز با دسو، ولی در ولسوالی ها جنگ هستن، در مثلا در اطراف ولسوالی ها خود سر ولسوالی هم جنگ نیست، سر در اطراف پوست ها یک اون جنگ میشن، در این شکل نیست هست. اگر دوباره بیایم در مورد مسئله قحطی و تاثیرات اقلیمی در بادغیس صحبت بکنیم، نگرانی ای که حتی به شکل جهانی مطرح شده و در آخرین گفته ها بادغیس هم جز ولایت هایی آمده که از تابستان به این طرف گزارش های متعدد در مورد تلف شدن مواشی، بجا شدن مردم یا همواره در دستور کار گزارش ها و رسانه ها بوده، چقدر گرسنگی تهدید میکنه باشندگان بادغیس را، به ویژه در سه ولسوالی که شما نام گرفتین که خطر قحطی و بیابی در اینجا بیشتر احساس میشه؟ قاطی مطلق نیست که قاطی باشه، ولی مشکلات اقتصادیشان هست که هم خودشان نمیتونن که هم خود اجناس خریداری کنن، مشکل اقتصادی شان هست، به اینکه زراعتشان نشده، معاشیشان از بین رفتن یا فروختن به قیمت بسیار ارزان یا رفتن از بادخیز کشیدن معاشیشان و زراعتشان هم همونطور چیست در این شکل نیسته، ولی قاطی با شکل قاطی او رو میگه که یک چیز یافت نشده دی است است، مثلا را آزاد هستن، مشکل نداریم از ایرات از ایالت ها از اینجا و مؤسسات هم کمک میکنن، اینطور فامیلی نیست که برای زور کمک نرسیده باشه، اینطور فامیلی فکر نمی کنم که باشه که برای زور کمک نرسیده باشه، ولی در ولسوالی به نظر شما و برنامه شما برای دراز مدت چی هست؟ خب این وضعیت
سر بادغیس آمده و این جریان ادامه داره. حالا هم زمستان است و گزارش هایی که میرسانه در مورد آب و هوا ای است که بارندگی ها قدر زیاد نخواهد بود. برنامه چی خواهد بود؟ اینا تا کی بیجا باشن؟ همی پلانی که حکومت میخواهد این قسمت تطبیق کنه برای مردم در اوجه چی هست؟ چه اقدامات باید صورت بگیره که از ضرر بیشتر از این جلوگیری شوه؟ یعنی اگر ما فکر کنیم که یک سال دیگه مثلا شاید همونطور چی باران باشه، مشکل باشه، مثلا خوشحالی باشه، باید فکر کنیم. ما بعد دراز مدت به خاطر از این مشکل ما امرای مواصلات بین المللی صحبت کردیم، با خود با حکومت مرکزی هم صحبت کردیم که یک پروگرام باید بنیادی که ما دست داریم که باید بازی اگر شما موافقت کنید شرطی که مواصلات بین المللی هم با این موافقت رسیدن که ما فقط به ساحات بعد اینی کمک را کلشون در ساحات میبریم تا این چهار ماه مثلا تا میگن که دو ماه کمک بشه، پنج ماه کمک، چهار ماه کمک، جان برای سه ماه یا دو ماه کمک میکنن. اینی تا به باشه. اگر شما این کمک را بند کنیم ما چی بکنیم؟ اینی ها را ما گفتیم که اموج خودشان شما یک پروگرامه که خود کفایی را این مؤسساتی که تطبیق کنند دایتا ناسه در اوجه در ساحت پروژه را تطبیق کنند، این پروگرامه را مهاجرین خود در منطقه شان را در ساحت است بر شما هم آسان میشه، با ما هم آسان میشه، رسیدگی میتونین، اولیت ها را تشخیص کرده میتونیم، ضرورت هم تشخیص کرده میتونیم که اینی ها را در اونجه کنیم و پروگرامه که خود اگه به حساب خودکفایی برنامه را باید اوجه ما تطبیق کنیم که خود این مردم خودکفا شوند، بتونن که از یک مفاد خود بگیرن. امی برنامه خود شما به خاطر تداوم این می روند چی است؟ بیش از 20,000 خانواری که مهاجر شده از اطراف این ولایت و در گوشه کنار ولایت های دیگری که به خاطر مسائل اقلیمی بیجا شدن، سرنوشت از اینا بالاخره چی میشه؟ گپ شما کمک های مقطعی تا کی ادامه خواهد داشت و حکومت بعد چی برنامه‌ای را در دست بگیره؟ آیا در سال آینده دوباره منتظری خواهد بودن که حیوانات و یا مواشی بسیار زیاد دوباره تلف شود؟ این پلان چطور برنامه ریزی میشه؟ آیا چنین چیزی به خاطر جلوگیری از وضعیت وجود داره یا خیر؟ بله آخ منطقه که ما خودشانه که هدف ما در یه چیزی است که دوجه باید برند دوجه منطقه شانه دوجه برشان برنامه گرفته شوه از مؤسسات و حکومت این مشترکن که بر ازیا که تا بتانیم که اینی مردم اوجا خودکفا شون، پروگراما برشان در اوجا جذب شون. زراعتشان بهترین مثلا بادقیس است، بازم یک اندازه سیب شانه است، بهترین سیب دارن در خود در جوان، بهترین چارمغز دارن، بهترین توت دارن در بالامرغاب، بهترین سبزیجات دارن. اینیا اموار برایشان باید تقویه شوه، بزنسشان است تقویه شوه برای خانما. ولی در اینجا برای خانما ما یک مارکت جور کردیم، مارکت زنانه را جور کردیم، اما فعلا در کرایی هستن، کرایشان ما میتیم، ولی تعمیرشان جور شده چند در یافته شاید اما انتقالشان در اوجم اما اوجه خودشان هم بزنس کارشان روان اگر... هستن که خودشان بله اگر سوال پایانی را ما به گناهی پرسان بکنم که بررسی شما از وضعیت در اوجه چی هست؟ آیا خطر از این وجود داره که در گرمای سال آینده دوباره بادغیس با همی چالش ها و همی نگرانی هایی که در قسمت های مختلف زندگی مردم پیدا شد دوباره مواجه شوه؟ این خطر چقدر نشانه هایش هم میبینین که آیا وجود داره یا خیر؟ چی شده که من دایتر به حساب اینترنت که گرفته شده میگه که سال آینده شاید بارانی باشه ولی گفته نمیشه، بازم مشکلات ها مد نظر گرفت دارم دیگه، شاید سال آینده هم خوشحالی شاید باشه، برای از باید تدابیر باید گرفته شد هم رای حکومت مرکزی مشترکم و واسطات بین المللی هم تدابیرشان باید پیش از پیش گرفته شد. بسیار زیاد تشکر آقای ولی از فرصتی که به ما دادین. تشکر شما. تشکر. سلام. بخیر. اوقات خوش. بخیر. تشکر. سلام.